دنیا به خصوص دنیای سیاست پر از قصه است. همین اواخر از کتاب خاطرات آقای پارسا، اسقر پارسا، یکی از چهره‌های ملی ایران، اونجا قصه خوندم خیلی برام جالب بود. ایشون تعریف کرده بود که وقتی که 28 مرداد اتفاق افتاد در خوی بوده است، در خونه عمه‌زاده‌اش، و آخر شب خبر میرسه که از شهربانی گفتند که او رو تحت الحفظ بسن تهران. با بقیه هم کرده بودن این کارو، با سران جبهه ملی. میگوید که من آماده شدم و یک کسی رئیس شهربانی خوی بود به اسم سرهنگ قهرمانی قاجار. میگه ایشون اومد، خیلی افسر با ادبی بود و خیلی هم احترام گذاشت، گفت یه همچین دستوری اومده، شما مهمان ما هستید، بیایید و ببرمتون. و خیلی با مهربانی و با احترام ما رو برد و حتی تعریف میکنه که بعدن هم که ایشون اومده است در دژبان، اونجا نگهش داشتن، در اونجا یه عده‌ای بودند اون کنار که اون عده قصد تعرض داشتن به پارسا و اونها کسایی بودن که به عنوان قتل افشارتوس در زندان بودن. حالا 28 مرداد شده، میخواستن با افتخار بیان بیرون، چنان که یه ساعت بعدم شعبان جعفری اومده بود و اونها رو برده بود بیرون. اونها میگفتن که دوره شما تموم شده، میخوایم بیان بکشیمتون. و در اینجا این سرهنگ که صداش میکردن سرهنگ قاجار میره نگهبانا رو صدا میکنه، میگه شما وای میسین پشت در اتاقی که آقای پارسا توش بوده و اگر اینها اومدن خواستن تعرض کنن به زندان ما، تیر بزنید به مسئولیت من. یه همچین خاطره خوبی رو ازش داشت. بعد آقای پارسا میگه که ما رفتیم بعد در زندان، تو زندان که بودیم خود این شخص رو به همین اتهام مصدقی بودن اوردن، یکی از شاهزادهای قاجار، اوردنش به زندان و این مدتی در زندان با اون بودیم. از زندان که اومد بیرون از ایران رفت و رفت به طور کلی در امریکا و دیگه نیومد. ولی از نظر ما این تمام شدن داستان نیست. وقتی که بعد از دوم خرداد سعید حجاریان رو تیر زدن به مغزش، سوء قصد کردن در تهران، سیستم به کار افتاد. سفارتخانه این منبر دولت آقای خاتمی بود برای اینکه راه حلی پیدا کنن، چون همه تصور میکردن که او دیگه از دست رفته است، چون تیر خورده بود به مغزش. و وقتی هم که ما به بیمارستان سینا رسیدیم، در حقیقت نمیذاشتن کسی اونجا نزدیک شه و صحنه یه جوری بود که ما فرض بر این کردیم که حجاریان مرده، به خاطر اینکه یه مانیتور گذاشته بودن، آدما فقط میرفتن تو مانیتور نگاه میکردن، وگرنه خودش یه جای دوری بود تو اتاق ایزوله. معلوم شد در این موقع دنبال یه آدمی میگردن که میگن تنها آدم متخصصی است که برای این کار، یعنی برای تیری که به مغز خورده شده و جمجمه رو شکافته، متخصص هست و فقط میشه او رو پیدا کرد. و پیدا کرده بودن توسط سفارت ایران در نیویورک که این یک کسی است به اسم دکتر قاجار، ولی آمریکایی است و فارس ایران نبوده و فارسی هم به اون معنی نمیدونه، البته کمی میدونست. پایان این داستان این بود که اینا تونستن متصل شدن به او و او از همون نیویورک دستوراتی داد، دستورات مؤکدی داشت به پزشکایی که در تهران در بیمارستان سینا بالا سر حجاریان بودن، و بعد خودش با یه وسایلی که همراه داشت که در ایران نبود اومد به تهران و همین باعث نجات حجاریان از مرگ شد. پسر اون سرهنگ بود. و وقتی که این آخر این قصه رو شنیدم، واقعا فکر کردم دنیا عجیبی است. کی تصور میکرد که سرهنگ قاجار بعد از 28 مرداد از ایران میره، فرزندانش در امریکا، یکی از فرزندانش میشه دکتر قاجار که میگن یکی از برجستگان جهان هست در مورد جراحی مغز.